تا حالا مجبور شدن قسطن روزه رو بخورن؟ تا حالا شده روزی دو تا روزه بگیرن؟ روزی دو تا بله. روزی دو تا. روزی دو تا. اصطلاح ما شما ایرتی روزی تا تغیری میگن. ولی از اون روزا هم با شما بگرفته. بله بله 100 درصد. بزرگترین آرزوی ما اینه که خداوند متعال ما با ایمان از دنیا ببره. رمضان اقبل يا رفاقه فافرحوا رمضان اقبل يا رفاقه فافرحوا ها قد اتى بالخير صاحبنا الوفي وتظللت نفحاته برحابنا وغدا الفضاء لقربه دوما بهي وتقارب البعد بعد تباعد وتبسمت أفراح في قلب الرضي وتنافس العباد في طاعتهم وترقرق الدمع من الطرف الخشي وترقرق الدمع من الطرف الخشي وتصدق الأخيار من نفقاتهم يرجون خير الدور في قرب العلي وتألق القراء في ترتيلهم وسبوا قلوب الناس بالصوت الشجي وترتلت آيات ربي رغبة روض الجنان الخضر والعيش الهني روض الجنان الخضر والعيش الهني رمضان أقبل فيه نذكر ربنا دوما بصبحه ومسائه والعشي رمضان أقبل لن ينال نعيمه سوى من أتاه بقلبه الصاف النقي ودعا إلهي بسؤال صادق في أن ينال العون من رب القوي في أن ينال العون من رب القوي هر آن کس بنده مخلص حق شد به عشرت آمد و نایل به حق شد. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، امیدوارم که صحت و سلامت باشین. محمد صادق فروتن از تو آمدیم، مسجد جامع بزرگ شهر هرات. در مورد ماه مبارک رمضان با هموطنان ما صحبت میکنیم. در ضمن نماها و تصاویری از این مکان نیز تقدیم شما میکنیم. البته عصر است و بالاخره نماهایی که تقدیم میشه در روشنایی فضای مسجد جامع بزرگ هرات در شب یک فضای بسیار زیبا و عالی است و چراغهای بسیار رنگارنگ داره. مسجد جامع بزرگ هرات مسجد جامع بسیار تاریخی و باستانیه و در مورد مسجد جامع گزارش اختصاصی دیگه تقدیم شما میکنیم. ولی حالا ماه مبارک رمضان روزه و میریم با هموطنان عزیز خود که روزه دارن و بالاخره آمدن به خاطر نماز و عبادت و ذکر و تلاوت مسجد جامع بزرگ هرات و به خاطر تبراست شدن اونها، چون مکان بسیار زیباه، مکان سردیه، بالاخره سنگهای مرمرینی از او بسیار سرده که وقت را میره رو از بالاخره همه تشنگی انسان رفع میشه. دوستای عزیز با ما همراه باشین، هموطنان عزیز ما اینجا هستن، باز اونا صحبت میکنیم و نماهایی هم از این مکان تقدیم شما میکنیم. اقبل لن ینال نعیمه سوا من اتاه بقلبه صاف نقی ودعا الهی بسؤال صادق فی ان ینال العون من. وطندارای عزیز سپاسگزارم که همچنان بیننده گزارش شما هستین. آمدیم به مسجد جامع بزرگ و تاریخی ولایت باستانی هرات و همین جمع وطنای ما بالاخره از اعضای امارت اسلامی هم نشسته هستن. باز اینا چند کلمه راجع به ماه رمضان و اهمیت این ماه رمضان صحبت میکنیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. میشه ابتدا خور برای دوستان معرفی کنه، بگن که مصروف چی هستن، چه کار میکنن، کجا وظیفه دارن؟ من اسم سلیمان ولدی ملا محمد ابراهیم فلان به ولسوالی ادرسکن به
ایفای وظیفه کار میکنم. بسیار خوب. اراد خاطر چی آمده؟ به خاطر این کمی کارهای به خاطر اسناد داشتیم اونا رسمی میکنیم و همچنین به خاطر تفریح هم توی. بسیار خوب. ماه رمضان آمده. چقدر خوشحالین؟ یار به آمدن ماه رمضان خیلی بگم خوشحالم، یعنی بیاندازه که اندازه ایر نمیتونیم بگم. بگم 98% 100% ما بزی خوشحالی. اگر یک غیر مسلمان از ما شما پرسان کنه که چرا روزه میگیرین، ما باید چی جواب بدیم؟ چند تا علت بگین که چرا روزه میگیرین؟ روزه که میگیریم به خاطر امر خداوند، به خاطر اطاعت از خداوند، اطاعت از اوامری که الله جل جلاله برای ما و شما کرده، به این علت که ما مسلمانیم و اطاعت از اوامری الله جل جلاله میکنیم هم واسه روزه میگیریم. و در کنار امر خداوند آیا فایده هم داره به وجود میاد؟ حتما فایده ای داره، فوایدی که به اصطلاح از نظر طبی برای کسی که روزه میگیره داره. چند ساله بودین که روزه گرفتن رو شروع کردین؟ دیگه از سنین بلوغ و دیگه قبل از بلوغ ما تونس که به حد تکلیف نرسیده بودیم روزه میگرفتیم. تو دقیق به فکر منیه که یعنی چند سال روزه، یعنی 2 سال 3 سال قبل از تکلیف ما روزه میگرفتیم که به طور کامل نمیگرفتیم، اما تو 20 روز 25 روز قبل از تکلیف هم میگرفتیم. ایتو شده که برای مادر جان گفته باشن که مادر جان مرا به سحری بیدار کن، وقتی که خورد بودین باز بیدار نکرده باشه و زد کرده باشن بدون سحری هم روزه گرفت. ایتوره که اکثرا ما به قبل از تکلیف هم ما به مدرسه درس میخوندیم، به این ما روزه چیزی که فکر ما هسته یاد ما هسته به مدرسه بودیم، به مدرسه که بودیم روزه میگرفتیم، به خانه نبودم اکثرا. پس بیدار میشدید؟ بله حتما بیدار میشدیم. سخت‌ترین روزه شما کی بوده که خیلی سر شما سخت‌تر شده باشه؟ سخت‌ترین روزه دیگه به می تقریبا 3-4 سال قبل که وقتی گرمی ها بود می سخت‌ترین روزه تیر میشد. بازم من خودم از خردکی یک شوقی به روزه داشتم که یعنی احساس سختی نمیکردم از روزه که این سختی تیر. تا حالا مجبور شدین قصدن روزه رو بخورین؟ قصدن نه، به خاطر مریضی و به همین چیزا یک چند روز خوردم، به همین یک سال پیش قصدن تا اون روز روزه خورد نخوردم. و تشکر از شما. سلام. با می لالا ما صحبت کنه صحبت نمی کنه آخره. باشه با این بزرگواری که اینجا هستن ما شما جا خور تبدیل میکنیم، ما در پهلوی از اینا میشیلم چند کلمه با زنا هم صحبت میکنیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. چی حال احوال دارین؟ الحمدلله خوب هستیم. شما خوبین؟ سلامت باشین. ابتدا خور معرفی کنم برای دوستان. اسمم محمد ولدی غلام حیدر. بسیار خوب. شما هم از ادرسکن؟ بله ها. چی رقم ادرسکن؟ ادرسکن آب و هوا سرسبزی فعلا شده چی که به خاطر تفریح یک وقت بیایم به خاطر گزارش بیایم؟ ها الحمدلله خوبه، بارانای بشده انشالله، سرسبزی هست انشالله، نسبت به سال گذشته این سال بهتر انشالله. چند سال با امارت اسلامی؟ تقریبا 7 سال میشه. به چی صلاحای بلدن که فیر کنید؟ صلاح دیگه می صلاحای خفیفه مثل کلاشنکوف، راکت، ماشیندار، تفنگچه، این رو اینا رو همه بلد. بله ها. و در جنگ ها هم بودین شما؟ ها انشاءالله بودین. به ولایت های مختلفی مثل غور، هلمند، هرات به اینجا شرکت کردیم. بسیار خوب. ماه مبارک رمضانه، شما چقدر خوشحالین از آمدن این ماه؟ بسیار خوشحالیم، 100% ما خوشحالیم با آمدن این ماه مبارک رمضان، ماه رحمته، ماه برکته، انشاءالله که ما بسیار خوشحالیم. من تا گشنگی و تشنگی خیلی دارم. ها دیگه خود طبعا هسته گوشتی داره. بعضیا میگن ما روزه نمیگیریم، میگم چرا؟ به خاطر که میگن ما تشنه میشیم خیلی. آخه روزه همی تشنگی و گرسنگی هست. بله ها دیگه، چون امر خدای باید اطاعت. ها تشنگی و گرسنگی که نباشه خود روزه نیه دیگه، حتما هسته. اونایی که روزه نمیگیرن چی گفتنی داریم برای اونا؟ دیگه باید روزه بگیرن چون امر خداوند، خداوند امر کرده، ما بنده های خدای مو خالق ایمانه امر کرده به سر ما، باید ما روزه ماه مبارک رمضان حتمی بگیریم. بسیار خوب. تا حالا قصدن روزه خوردین به خورتکی؟ نه الحمدلله، از وقتی که به تکلیف آمدیم، تکلیف شرعی انشاءالله هیچ وقت ما روزه بخوردیم. مجبورم نشدن به خاطر ناجوری چیزی که روزه الحمدلله. امزی وقتی که ما وزیر تکلیف آمدیم این مشکلی پیش نیامده که یا ما مریض شده باشیم به روزه که بودیم که ما خورده اگر بشه. یک روزه قصدن خورده بشه پس میشه یک روزه دیگه وقت بگیریم پس جبران بشه یا نه؟ بله ها، اگر کسی روزه بخوره قصدن او کفاره میشه باز بسری، باید 2 ماه پی در پی او روزه بگیره
یا یک غلامی رو آزاد بکنه یا 60 مسکین تان بده. این کفاره یعنی. دو ماه پی در پی روزه بگیر. پی در پی بعد روزه بگیر. اگر از این دو ماه یک روزه به وسط بخوره باز مجبور باز از سر بگیری. خب باز ثواب داره اموش امو دیانه ثوابی نمیتونیم به دست بیاره. نه او ثوابی که روزه که خود ماه مبارک رمضان روزه میگه او ثواب خود نیه. باز هم جبران میشه انشالله. خدا بخواه. تشکر از شما. سلامت باشید. دوستای عزیز سپاسگزارم که همچنان با ما هستن. هموطنای عزیز دیگه ما اینجا هستن. میشه که در مورد ماه مبارک رمضان با آنها مصاحبه ها و صحبت هایی داشته باشیم. اقبل لن ینال نعیمه سوا من اتاه بقلبه صاف نقی. هموطنای عزیز در کنار ما یکی از بزرگوارانی است که اینا از برادران کابلی ما هستند و از اینا پرسان میکنیم که هرات به خاطر چی آمدن و همین لحظه چرا آمدن مسجد جامع بزرگ و باستانی هرات. سلام بر شما. سلام علیکم. میشه که در ابتدا معرفی کنه خود؟ عبیدالله نیکزاد هستم از ولایت کابل ولسوالی پغمان. از پغمان زیبا. بله. بسیار خوب. خانه هم اونجا هست؟ خانه هم اونجا. از دل پغمان، از او سرسبزی، از او آب روان پغمان کجا آمدین و چرا آمدین؟ ایراد آمدیم متو مسجد جامع ایراد آمدیم به شکر میخوایم طرف ایران بخیر بریم. طرف ایران برین؟ آه بخیر. همونجا پغمان کار چیزی برابر نمیشد؟ نه کار بار خود افغانستان. همونجا یک غرفه و هتل جور میکردی باز همینایی که با تفریح میامدن پکوره میدادی برای اینا ماهی جور میکردی. خب کار بار برابر میشد؟ نه شرایطش نیست. خب کجا ایران بخیر میخواین برین؟ تهران بخیر. تهران. بله. شما دیگه فعلا مسافر این روزه گرفتین یا نه؟ مسافر هستیم روزه کی؟ برای مسافر دیگه روایه. تو مسافر تا را کمی آسان تره. آسان تره. بسیار. چند ساله بودین که روزه گرفتن شروع کردین؟ تقریبا از 12 سالگی روزه. از 12 سالگی؟ بله. تا حالا شده روزی دو تا روزه بگیره؟ روزی دو تا بله. روزی دو تا؟ روزی دو تا. سالای زیر 12 سالگی که بودیم از شوق میگرفتیم روزه. شوقی رقم میگرفت که روزی دو تا روزه خوی نمیشه. این رقم میگرفتیم که تا شاش میگرفتیم باز نان بخوردیم باز تا شب. یک روزه تا شاش میشد یکم تا شب. درسته؟ درسته. ای تا شده گاهی فکر شما نبوده باشه روزه داشته باشین باز عواز شما نبوده باشه یک چیزی خورده باشه؟ نه این کاری نشد. من تا بخوری نم مهمان خدای. نه نشدی. بسیار خوب. یک خاطره از ماه روزه ما تعریف میکنه. خاطره از ماه روزه مثلا مادر جان گفته باشن که مر به سحری بیدار کنین شما را بیدار نکرده باشن با صبح روزه گرفته باشن شده تا حالا؟ در خورترکی کار صورت گرفته و خیلی شوق داشتیم روزه بگیریم. خیلی شوق داشتیم روزه بگیریم اما میگفت که زیر سند هستی نمیشه شما روزه گرفته دون نمیشه. بسیار خوب. روزه که میاید از گرسنگی و تشنگی از اون ناراحت میشه یا خوشحال میشه که آمد؟ خوشحال میشیم. ماه مبارک رمضان ماه پربرکت ماه مهر محبت در دل ما عبادت خدای خدا میکنیم. هر ماهی که هست یک فضیلت خاص خدا داره. بسیار خوب. تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت. بعد تباعد وتبسمت افراح في قلب الرضي وتنافس العباد في طاعتهم وترقرق الدمع. دوستای عزیز سپاسگزارم که همچنان بیننده کابل ژورنال هستن. صادق فروتن و آمدون به مسجد جامع بزرگ و باستانی هرات. هموطنان عزیز ما امروز روزه دارند و در کنار ما یکی از عزیزان نشسته هستند و با اینها چند کلمه صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شما. سلامت باشین. میشه در ابتدا معرفی کنه خود؟ بنده هارون صدیقی هستم. آقای صدیقی عزیز، چی شد که حالا آمدین و مسجد جامع بزرگ هرات و این مکان انتخاب کردیم برای نماز خواندن و نشستن؟ به خاطر ادای نماز دیگر و به خاطر صفا و به خاطر مردم و دید و بازدید اینو دید. خاطر که سنگا یخی هم دار آدم زود توش نمیشه. 100%. ماه رمضان که میایه خوشحال میشن یا به خاطر همین تشنگی و گرسنگی به تشویش میشن؟ 100%. 100%. به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان ماه میمنی خداونده و ما باید خوشحال باشیم که ماه مبارک رمضان به هر سال یک ماه مهمان خانه ما شما میشه. بسیار خوب. چند ساله بودین که روزه گرفتن شروع کردین؟ دقیق نمیفهمم که چند ساله بودیم. از وقتی که خور یاد میدیم روزه میگرفتیم. تا حالا شده روزی دو تا روزه بگیریم؟ نه.
به خوردکی چاشت یک بار نون میخوردیم نه؟ به اصطلاح ما و شما ایریتی روزه تتغیری میگن ولی از اون روزه هم ما شما بگرفته؟ بله 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 صد درصد. بعضی ها میگن مگن ما خوردکی دو تا روزه میگرفتیم، یکی تا چاش بود بعد نان میخوردم باز تا شب بود. بله بله بله. شاید دوستایی که این چیشته این همون تا روزه گرفته باشن دیگه. این دوستا ولی ها این دوستا خوب بلوم بزرگ هم فیلان دیگه ولی ها. و از ماه روزه سحریر بیشتر دوست دارین یا افطار؟ طبعا افطاره دیگه، هر دو تا خوردن داره خواست. ولی باز افطار بیتره دیگه، چون که افطار که میشه انسان امو هم ارزش بالاخره در طول روز، ارزش آب سرد میفهم، ارزش چند لقمه نان میفهم. یعنی در دیگه وقتهای سال آب برای ما یک چیز عادیه، ولی وقت ما روزه فرا میرسه یعنی شاید تشنگی و گشنگی اینا بیشتر همین باعث میشه که قدر نعمتهای خداوند رو بیشتر بدانه. 200% نماز تراویح هم میخونه؟ دیشب شروع کردیم دیگه. بخیر همینجی؟ نه نزدیک خونه همینجی گم هست. تشکر از شما. سلامت باشی. قربان شما. میشه با امیل الله هم صحبت کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام. میشه ابتدا معرفی کنه؟ نقیب الله احدیام، یک از شهروندان شهر هرات. آقای احدی؟ بله حسین. حدیث مشغول چی هستین؟ چه کار میکنین؟ مشغول تحصیل و درس و چیزایی که مربوط به درس و تحصیل بشه. هنوز انگیزه هست که تلاش کنیم برای درس و تحصیل و اینا؟ والا انسان نباید ناامید بشه. نباید ناامید بشه، ناامید شیطانه. باید ما بر شرایطی که هست، بر عرصه که هست، باید ما امیدوار باشیم و تلاش کنیم و از امو قدرت و توانی که داریم از امو استفاده کنیم دیگه. قصدن تا حالا روزه نخوردیم؟ قصدن نخیر، مگه شکر خدا. مجبور شدیم که روزه بخوریم؟ والا مجبور شدیم، مجبور شدیم، چند ها دفعه مجبور شدیم اونتا روزه رو نخوردیم دیگه، استقامت کردیم تا وقت افطار. تا گاهی قدیما میشنیدیم که بعضیا حتی تا حالت مرگ هم رسیده بودن و روزه خور نخورد. تا یکی بهم چند سال پیش بکنم هرات بود که از شدت گرسنگی وفات کرده بود، ولی هو قسم دیگه خدا راضی نیه. نه نه والا شکر خدا، هوا سرد، هوا اونقدر گرم نیه که طاقت فرسا باشه و آدم گرمی کنه و از شدت گرمی و تشنگی روزه بخوره. والا شکر خدا ما حمل هوا سرد مسجد جمعه خیلی فضای سرد و فضای دلانگیز داره دیگه، انسان کم تشنه میشه و کم به او فکر میکنه که روزه بخوره. و ماه روزه چی تغییراتی به یک مسلمان میه، به یک جوان باید چی تغییراتی در وجود خوب بیاره؟ در اعمال خود چه تغییراتی؟ تغییراتی باید به وجود از او بیایه که به حساب نماز خور باید پنوخ بخونه، قرآن تلاوت کنه، از یاد خداوند غافل نشه، به فقیرا و مساکین کمک کنه، دست از اونا رو بگیره. دیگه بازو به خود مردم، به بعض جوانا بستگی داره. بعضیا مشغول و کار و زندگی هن و نمیرسن، بعضیا که همون توانی رو دارن به عبادت و یاد خدا هم مشغول میشن. یک سوال در آخر پرسان میکنیم، اگر یک غیر مسلمان از ما شما پرسان کنه که مثلا خارج رفتیم نه، روزه ایم، نماز دیگر خیلی تشنه و گرسنه هم هست، پرسان کنه که چرا روزه گرفتین، چی جواب میدیم؟ تشریح کنن و قانع کنه. به خاطر ثواب، به خاطر رضای الله، به خاطر که از حال گرسنگان باخبر شیم، به خاطر که فرض شده بالای ما، به خاطر که کلام خداونده، گفته خداونده، به خاطر همین دیگه خدای ما گفته. گفته خدای ما گفته. باید بدون شک در روزه حکمت وجود داره. 100% حکمت وجود داره، فضیلت وجود داره، خیلی فضیلت ها و حکمت های دیگه وجود داره ان شاء الله. اگه انسان روزه بگیره خدا من اجر بی ثواب نمیگذاره. تشکر از شما. تشکر زنده باشید. بعد بعد تباعد وتبسمت فرح في قلب الرضي وتنافس العباد في طاعتهم وترقرق الدمع من الطرف الخشي وترقرق الدمع من الطرف الخشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هذا ابتداء وشما معرفي بشي. بنده ملا جان محمد علی زیا خونزاده، یکی از شهروندان شهر هرات. آقای علی زیی، آقای علی زیی عزیز، امیل عزه به خاطر چی آمدین مسجد جامعه بزرگ هرات؟ ما که معمولا الحمدلله به فضل مهربانی خداوند متعال امسال همسایه مسجد شدیم، همین پن وقت مقتدی مسجد جامعه بزرگ هراتیم و نماز دیگر ادا کردیم، منتظر از اینه که
از آن شام بدم و ما روزه مبارک رمضان افطار کنیم. و از آمدن ماه رمضان چقدر خوشحاله؟ تشکر. باید در ابتدا میگوتم ضمن تبریک به تمام امت مسلمه، ماه مبارک رمضان، ماه فضیلت، ماه نزول قرآن، ماه عفو بخشش، ماه نجات از جهنم، ماه غفران است. برای ما مسلمان ها یک ماه امتیاز است که از تمام جوان ها و امت اسلامی خواهش مندم که این ماه با بسیار با عزت میزبانی کنند و از این ماه برفیض و پر برکت استفاده کنند، دست فقرار بگیرند، دست مساکین بگیرند و عمل نیک زیاد انجام بدن، عبادات خدا را زیاد انجام بدن، که ما ماه فضیلت است. یک رکعت نماز 70 رکعت نماز با حدیث صحیح ثبت شده و یک وقت نماز 70 وقت نماز. یک روپه که شما در راه الله صدقه میدیم نسبت به دیگه وقتها 70 برابر ثواب داره. پس از آمدن رمضان باید خیلی خوشحال باشه. خیلی برای ما امت مسلمه خیلی هستن از این تشنگی و گرسنگی از اون ناراحتن میگنن باز رمضان اومد. یه واقعیت بگین، برای من خود من شخصا و اکثر دوستا کس هر کاری که به هر چیزی که ما و شما عشق و علاقه داشته باشیم برای ما و شما تاثیرات نداره و باز عبادت که برای ما زحمت بشه و ثواب زیادتر. حضرت علی کرم الله وجهه میفرمان و عبادت که من زحمت زیاد بکشم و به سر من فشار زیاد بکشه و از او خوشحال میشم و محبت من به زوم عبادت زیادتره. به همین خاطر در گرمای تابستان روزه های نفلی میگیره. واقعیت روزای نفلی برای ما سنته. روز دوشنبه و روز پنجشنبه همیشه جناب محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه روزه داشتن و روزه میگرفتن و ما هم به همین خاطر باید که روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه داشته باشیم و طبق سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میگن روزه ریا نمیشه در روزه، شما هم شنیدین در این مورد؟ روزه که هسته الله جل می فرمایند که روزه از برای من و مزد از اون من میدم. تمام عباداتی که در بعد از ماه روزه یا قبل از ماه روزه ما شما میکنیم توسط ملائکه‌ای که مقربه که در نزد در هر انسان وجود داره، در شما انسان و خوب و بعد انسان تحریر میداره و ملائکه شب و روز داره و توسط ملائکه نوشته میشه ثواب از اون. ولی ثواب ماه مبارک رمضان الله میگه روزه از برای منه و مر مزد از اون میدم. پس بدانید که ماه مبارک رمضان ریا نمیشه و امو ماه مبارک رمضان به شور طور حسن ما باید بگیریم و میزبانی. اولاد کوچک هم دارن؟ الحمدلله صاحب 8 فرزند هستم که 2 پسر 8 دختر و یک فرزند ما حافظ کل قرآن به نام قریص مصطفی جان علیزی. بسیار خوب. و به سحری که میشنین چند نفر سر سفره جمع میشن؟ ما معمولا هم بعض دوستا هم خانواده رو به سحری بیدار میکنن. به خاطر اول که سحری مراد از برخواستن سحری نیت باید ثواب باشه و ثواب داره، به خاطر که امتای قبلی روزه میگرفتن ولی سحری نداشتن، سحری نمیکردن. یعنی برای ما سحری مهم و ضروره و به نیت ثواب همه کی برمیخیزیم و دعا میکنیم و وقت نیمه شب و وقت دعا، وقت استجاب دعا در اون وقت ما همه کی فامیل بیدار میشیم و با استثناء یکی دو تا از اطفال اگه بیدار نشم دیگر همه میگم ما حتی دختر افسالم قرآن خونه و او هم قرآن خور میخونه، نماز خور میخونه و بعد از اون خواب میشه، بعد از سحری خواب میشه. کل فامیل ما قرآن میخونن، قرآن دوره داریم. اگر ببخشین، اگر یک غیر مسلمان پرسان کنه که چرا روزه میگیریم، در جواب چی باید بگم برای از؟ به خاطر ازی ما جواب برای ازی میگیم که مسلمانیم. ما مسلمان ممانعت تسلیم شدن به امر نهی الله جل جلاله. ما به کس مسلمان یعنی تسلیم شدن بر اطراف الله امر شده که یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. برای ما فرض شده که ما روزه بگیریم. خدا میفرمایه ای کسانی که ایمان آوردید روزه به شما فرض گردانیدیم، همچنین بر امتهای قبلی. پس اطاعت از الله چیزی که به کتاب و سنت رسول الله به کتاب الله تثبیت شده به نص آیات برای ما فرضه و اطاعت الله برای ما فرض و واجبه که ما امر الله رو به جا بیاریم. همچنین مانند روزه مانند نماز آیات ثابت شده ما نماز میخوانیم. حج فرض شده ما باید به حج بریم. بله. بزرگترین آرزوی شما به عنوان یک مسلمان برای او دنیا چیه؟ بزرگترین آرزوی ما اینه که خداوند متعال جل مار با ایمان از این دنیا ببره و در آخرین حیات ما کلمه لا اله محمد رسول الله به زبان ما جاری کردنه و در روز محشر و این اعمال ناشایسته ما که ما انجام میدیم مورد قبول قدرگار قبول خوب کردنه و ما را شفاعت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم نگردانه و شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را شامل حال ما و جمعی امت مسلمه بگردانه. آمین.
تشکر از شما. زنده باشم. تشکر از شما واقعا جوان عزیز و برادر عزیز که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم و در این سایه مقدس آمدیم و چند کلمه با شما صحبت کنیم. ارجوکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لن ینال نعیمه سوا من اتاه بقلبه الصافی. دوستای عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودن. امروز آمدیم مسجد جامع بزرگ هرات و هموطنان عزیزی که اینجا به خاطر عبادت، نماز و تلاوت آمده بودن و همچنان با دوستان خود آمده بودن که از این فضای سرد مسجد جامع بزرگ هرات لذت ببرن و از این فضای زیبا لذت ببرن. با اونها صحبت هایی داشتیم در مورد ماه مبارک رمضان، با اونها صحبت کردیم. امیدوارم که از گزارش امروزی لذت برده باشن. دوستای عزیز انشالله در روزهای آینده نیز گزارش های مناسبتی، گزارش های جالب در مورد ماه رمضان به شما تهیه خواهیم کرد. شما را تا گزارش بعدی به الله پاک و بی نیاز می سپارم. وترتلت آيات ربي رغبة روض الجنان الخضر والعيش الهني روض الجنان الخضر والعيش الهني رمضان أقبل فيه نذكر ربنا دوما بصبحه ومسائه والعشي رمضان أقبل لن ينال نعيمه سوى من أتاه بقلبه الصاف النقي ودعا إلهي بسؤال صادق في أن ينال العون من رب القوي في أن ينال العون من رب القوي رب ليالي فاقه فافرحوا.